برنامه ما قصد داریم مکث کنیم روی زندگی و تأثیر شهادت یکی از مشعل‌های فروزان آزادی ایران زمین، یعنی صدیقه مجاوری، کسی که در لحظه‌ها وقتی گوهر آزادی و شرافت انسانی رو در خطر دید و برای حفظ اون راهی جز فدای جسم و جان باقی نمانده بود، در پرداخت این بها تردید نکرد. اینجاست که داستان پرشکوه آغاز شد، داستان پرشکوه فدا برای افتخار. اهل ساری بود ولی بعد برای ادامه تحصیل در دانشگاه به تهران رفت. اونجا بود که در سال 57 با انقلاب ضد سلطنتی مواجه شد. سالهای 57 تا 60 که مجاهدین بهش فاز سیاسی میگن، تنها دوره است که در تاریخ ایران مجاهدین امکان فعالیت سیاسی علنی در میهنمون داشتند و در همین دوره است که صدیقه مجاوری هم مثل هزاران مجاهد دیگه در محیط‌های دانشگاهی فرصت آشنایی با آرمان و اعتقادات مجاهدین رو پیدا می‌کنه. با شرکت در کلاس‌های تبیین جهان و مطالعه نشریات و اطلاعیه‌های سازمان و همینطور از برخورد با بچه‌های هوادار سازمان، به طور خاص با مجاهد شهید طاهره اسکندرنژاد، از آرمان توحیدی و موضع‌گیری‌های سازمان و همینطور جامعه بی طبقه توحیدی آشنایی پیدا کردم. این همون گمشده‌ای بود که از اعماق وجودم همیشه به دنبالش بودم. من از اسفند سال 58 همزمان با انتخابات مجلس فعالیت حرفه‌ای خودم رو در رابطه با سازمان مجاهدین شروع کردم. اما وقتی در سال 60 خمینی آخرین آزادی ها رو ممنوع کرد و به تظاهرات مسالمت آمیز مجاهدین آتش گشود، نه تنها هر گونه فعالیت برای مجاهدین در ایران ممنوع شد، بلکه حتی اعتقاد داشتن به آرمان توحیدی مجاهدین هم جرم محسوب می‌شد. اینطور بود که زندان‌های خمینی از جوان‌هایی پر شد که در سال‌های قبلش جذب آرمان مجاهدین شده بودند. یکی از اونها صدیقه مجاوری بود که در اسفند 60 دستگیر شد. دادگاه فرمایشی در فروردین 1361، جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق، حکم 12 سال زندان. در زندان آزمایش برای همه مبارزین و مجاهدین فقط یک چیزه. تو میدونی که برای اعتقادات و آرزوهات چه بهایی رو باید بپردازی. بنابراین دو راه بیشتر نداری، یا آرزو نکن یا به خاطر آرزوها و آرمانهات بیست و همه چیز رو تحمل کن. صدیقه مسیر دوم رو انتخاب کرد. سال 62 بود، بند دوی زندان اوین، که من صدیقه رو برای اولین بار دیدم. خواهر خیلی تکیده و نحیفی بودش ولی رویه خیلی مقاومی داشت علی رغم بیماری خیلی سختی که داشت.